يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه. تونيز از اهل قرآن باش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوبیر خداوند از او راضی بود میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خوشحال باشید، چرا که یک طرف قرآن به دست خداوند است و طرف دیگری آن به دست شماست، پس به آن چنگ بزنید، زیرا با داشتن قرآن هرگز گمراه نمی شوید. روایت طبرانی. خطابی که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده اند که خوشحال باشید یا چنگ بزنید، این خطاب به تمام مسلمان ها است. این خطاب به هر یکی ما و شماست. برای همین کسی که قرآن خوان باشد باید قرآن را بسیارتر بخواند، و اگر کسی که قرآن را خوانده نمی تواند حرکت بکند که خواندن را آموزد، حداقل قرآن را گوش بدهد تا از فضیلت های قرآن به بهره نماند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث به ما، یعنی بر کسانی که چنگ به قرآن می زنند، بشارت می دهند که خوشحال باشید، چرا که طرف قرآن در دست الله و طرف دیگری آن در دست شماست، پس بر آن چنگ بزنید، هرگز هلاک و گمراه نمی شوید. یعنی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی به قرآن چنگ بزند هرگز گمراه و هلاک نخواهد شد. معنای چنگ زدن این نیست که تنها در مراسم های نکاح و عزاداری و و دیگر مراسم ها قرآن خوانده شود، چنانه که امروز ها در بعضی جای ها این عادت شده است، بلکه در تمام حیات خود باید به قرآن چنگ بزنیم، فرموده های قرآن را اجرا کنیم، آنچه را که قرآن منع کرده است دوری جوییم، در معاملات عائلوی، همسایگی، یار و دوستی، برادری، خویش و تباری، در تجارت، در اخلاق، یعنی همه وجودمان باید قرآن باشد. این است معنای چنگ زدن به قرآن. فایده های چنگ زدن به قرآن این است که ما را از فتنه ها و گمراهی و کفر و کارهای حرام نگاه می دارد. پس برادر و خواهری عزیزم، الان که فرصت داریم، الان که حیات داریم، الان که در این ماه شریف رمضان قرار داریم که ماه قرآن است، به کتاب الله چنگ بزنیم، به کتاب الهی که قرآن است چنگ بزنیم تا ما را به خدا برساند. و اگر قرآن را خوانده نمی توانید حرکت بکنید که در این ماه شریف آن را بیاموزید. هیچ چیز پیش راه شما را نگیرد، نگوید که الان سن و سال من مطابق نیست. بنده شاهد آن است که موی سفید و کمپیران 60-70 ساله در این 39 سال قرآن را آموختند. پس تو برادر عزیزم جوان هستی، حرکت بکن که قرآن را بیاموزی، خواندن قرآن را بیاموزی، و اگر تو نیت بکنی انشاءالله خداوند در این راه تو را کمک می رساند. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.